بازی زندگی و نقش ما در این بازی. زندگی یک بازی است و ما چطور باید در این بازی یک بازیگر خوب باشیم. این رو کتاب چهار اثر از اسکاول شین به ما یاد میده توی بخش اول خودش به اسم بازی زندگی. مرسی از اینکه ما رو تماشا میکنید. من مقدار گارنیا هستم. تجربیات خودم در مورد کتاب‌ها رو و خوندنشون رو باهاتون به اشتراک میذارم. امیدوارم که بتونه چیز مفیدی رو بهتون اضافه بکنه. مرسی از اینکه ما رو تماشا میکنید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ اینکه زندگی یک بازیه از نگاه چهار اثر از فلورانس اسکاول شین. بازی زندگی و راه این بازی. زندگی یک بازی است. بیشتر مردم زندگی رو یک جنگ می‌انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازیه. هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت و قانون این بازی ممکنه که این زندگی براتون خیلی سخت بشه، چون که اون چه که آدمی میکاره همون رو درو میکنه. خب ما این رو همه توی دوران دبستان خودمون شنیدیم، این بحثا رو زیاد میکردن، اون چه که به قول معروف بکاری همون رو درو میکنی، که این یه اصطلاحه. یعنی هر اون چه که آدمی در سخن یا عملش آشکار بکنه یا بروز بده همون رو پس میگیره. یعنی منظورش اینه که رفتار شما در روزمره چقدر میتونه توی نوع اتفاقاتی که توی زندگیتون براتون میفته توی روزمره به قول معروف تأثیرگذار باشه، و هرچی که بد باشه، یعنی هرچقدر بد اضافه کنید از اون بر بد برداشت میکنید، و هرچی خوبی از همون طرف خوبی. اگر نفرت ببرزد نفرت به او باز خواهد گشت، و اگر عشق ببرزد عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند از او انتقاد خواهد شد، و اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهد گفت، و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد. همچنین به ما آموختند که قوه تخیل را در بازی زندگی که نقشی عمده داره مهم بپنداریم. این قوه تخیل خیلی جالبه. ما شاید در مورد خیلی ها به ما گفتن شما خیال پردازی نکنید، یادتون همیشه به ما میگفتن، ولی این داره میگه این تو قوه تخیل میتونید چقدر روی موفق شدن توی زندگی و اینکه شما توی بازی زندگی بتونید یک بازیگر موفق باشین تأثیر گذاره. دل یا خیال خود را به تمامی نگه دار، زیرا سرچشمه حیات از آن است، یعنی از تخیل. نیروی خیال. برای پیروزی در بازی زندگی باید نیروی خیالمان را آموزش دهیم. کسی که به قوه تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصور کند و ببیند، خواهد توانست به همان مرادهای به حق دلش که برای نیکی و خیر است برسد. حالا میتونه اون ثروت باشه، میتونه محبت باشه، یا هر چیز دیگه ای باشه، و خواه بیان کامل نفس یا هر چیزی یا یک آرمان بزرگ باشد. شما برای رسیدن به این در بازی زندگی و نوع دونستن اینکه چطور این بازی رو باید به کار ببرید خیلی راحت تر میشه براتون. تخیل و بازی زندگی. میگه که تخیل رو چی باید بدونیم تا بتونیم زندگیمون بفهمیم که چطور باید ازش استفاده بکنیم. جمله جالبیه، میگه تخیل رو قیچی ذهن خوندن. این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویره. آدمی در ذهن خودش تصاویر رو میبینه و دیر یا زود در دنیای بیرونی با آفریده های ذهنش اون رو انجام میده و با اونها رویارو میشه. برای آموزش موفقیت آمیز نیروی خیال باید کار ذهن رو بشناسیم. یونانیان قدیم گفتن خودت رو بشناس. حالا این ذهن چقدر میتونه به ما کمک بکنه و چطوره؟ اینجا داره همین رو توضیح میده. میگه ذهن ما سه بخش داره: نیمه هوشیار، هوشیار و هوشیاری برتر، که اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم همین هوشیاری برتره. ذهن نیمه هوشیار، اینجا رو خیلی دقت کنید، خیلی جالبه. این ستا رو اگر بدونیم که توی ذهن ما داره چی میگذره خیلی راحت تر میتونیم به این بازی زندگی ادامه بدیم و درش خیلی موفق تر بشیم. ذهن نیمه هوشیار به این شکله که مثل بخار یا برق قدرت مطلقه و بدون مسیر و جهت، یعنی هر فرمانی شما به اون بدین همون کار رو انجام میده و توان فهم و استنباط نداره. پس این خوراکی که شما بهش میدین خیلی مهمه برای به وجود اومدن اون چیزی که توی زندگیتون میخواد. هر اون چه که آدمی عمیقاً احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر میشه. ذهن هوشیار چیه حالا؟ ذهن هوشیار رو ذهن نفسانی یا فانی خوندن. ذهن هوشیار ذهن بشریه و زندگی رو به همون شکلی که به نظر میرسه
میبینه، یعنی چیزی فراتر از اون رو به وجود نمیاره. حالا چرا ذهن هوشیار یا هوشیاری برتر خیلی مهمتر از هم است؟ چون هوشیاری برتر یعنی اون ذهن الهی که اینجا با شما اون رو کشفش بکنید و قراره این کتاب یا این کتاب‌های این شکلی این رو به شما یاد بدن که شما به این ذهن هوشیار برتر برسید. میگه ذهن هوشیاری برتر یعنی اون ذهن الهی که درون هر انسانی هست و قلمروی آرمان‌های عالی و عرصه طرح الهیه، چون هر انسانی صاحب طرحی الهیه که افلاطون اون رو الگوی کامل خونده. حالا افلاطون در مورد این ذهن هوشیار برتر چی میگه؟ میگه جاییه که جز تو هیچ کسی نمیتونه اون رو پر کنه، یا شما اون رو خالی نگه میدارید، یا اگر هم پر کنید خودتون باید اون رو پر کنید. کاریه که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. یه بار دیگه جملهشو میخونم. جایی هست که جز تو هیچ کس نمیتونه اون رو پر کنه. کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجام اون نیست. که این تعریفیه که افلاطون در مورد هوشیاری برتر یا اون جایی از ذهن که به سمت هوشیاری برتر میره صحبت میکنه. نکته مهم بعدی اینه تفکر شماست که زندگی شما رو میسازد. مثبت اندیش باشید و مثبت فکر کنید. چه بسیارند کسانی که با کلام کاهلانه خود به زندگیشان مصیبت فراخواندند. خب این یه خوراک دیگه، شما هی داری چیزای منفی رو وارد ذهنت میکنی. من اصلا اعتقاد به این ندارم که با مثبت اندیشی میشه همه چی رو حل کرد. نه، اتفاقا یه بزرگی بود یه حرف قشنگی میزد، میگفت فهمیدن زندگی و درک زندگی اینه که بفهمید زندگی قسمت هایی، یعنی به قول معروف میشه اینجوری فکر کرد که نیمی بد و نیمی خوبه، و شما اگر بپذیرید که زندگی با جاهای بدش یا اتفاقات بدش و اتفاقای خوبش در کنار هم معنی زندگی پیدا میکنه، اون موقع اگر اتفاق بدی برای شما میفته دیگه اصلا مستاصل نمیشید. خب و اینجاست که میگه حالا شما میتونید این اتفاقات بد رو با ورود این انرژی مثبت به خودتون کمی کمترش بکنید. چه بسیارن کسانی که با کلام کاهلانه خود به زندگیشان مصیبت فراخواندن. ذهن نیمه هوشیار حس شوخ طبعی نداره و مردم اغلب با شوخی های تجربه های ناخوشایندی برای خودشون میافتن. یعنی چیه شوخی هایی که به ذهن نیمه هوشیار میکنن؟ یعنی اینجوری شده اونجوری، یعنی یه خوراکی به ذهنشون میدن. ذهن نیمه هوشیار فکر میکنه من باید این کارو بکنم، یعنی زندگی رو یه جوری پیش ببرم، ذهن این آدم رو یه جوری پیش ببرم، چون دستور به من داده شده که باید اینجوری باشه. حالا شما اون رو با یه بمانه کلام شوخی یا یه چیزی هی دارید تکرار میکنید. خب و این داره به شما براتون تاثیرگذار میشه، مثلا توی زندگیتون به تصویر مثلا نقش تنگ دستی و توی دستی و ذهن نیمه هوشیار چند سالی نمیگذره که شما کارتون به همونجا میکشه. یعنی مثلا از لحاظ مالی ممکنه انقدر این رو هی تکرار بکنید که آی بابا ما این پولی که داریم خیلی کمه، فلان فلان فلان، این هی میتونه شما رو به سمت این ببره که کمتر از اون بشه. و نکته تقریبا آخر این که بخواهید که به شما داده شود. اینو همه به ما گفتن، خواستن، توانستن، یه جورایی شاید معنی همین باشه. و اینکه بخواید یعنی از خداوند بخواید تا به شما داده بشه. نخستین حرکت را انسان باید انجام دهد. بخواهید که به شما داده شود. جز تردید و هراس هیچ چیز نمیتواند میان انسان و بزرگترین آرزوهایش و آرمانهایش یا مرادهای دلش ایجاد فاصله کند. به محض اینکه آدمی بتواند بی هیچ دلهوری آرزو کند، هر آرزوی بیدرنگ برآورده خواهد شد. یعنی زمانی که داره آرزو میکنه از هیچی نترسه، یعنی فکر کنی آرزوش از الان برآورده شده، اصلا با این تفکر اون آرزو رو انجام بده. و ترس چقدر میتونه روی شما تأثیر بذاره؟ ترس یعنی ایمان به شر و به جای ایمان به خیر. یعنی شما دارید در خودتون این رو پرورش میدید که من میترسم و به شر ایمان دارم. هدف بازی زندگی و بازی زندگی این است که آدمی به روشنی خیر و صلاح خودش را ببیند و هرچه تصویر شر است را از ذهن خود بزداید. برای رسیدن به این هدف باید با مشاهده به خیر و نیکی بر ذهن نیمه هوشیار اثر بگذاریم. به جای خوراک بد به ذهن نیمه هوشیار که جز اون سه تا دونه ذهنی بود که اسمشو بردیم، بتونیم بهش این دستور رو بدیم که تو باید
اوکی باشی، باید این اتفاق به وجود بیاری، باید شادمانی رو بهش انتقال بدیم تا شادمانی رو به روحمون انتقال بده. هر کلام یا اندیشه بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و با دقتی حیرت آور به عینیت در می‌آید. اگه بهش دقت کنید می‌بینید همینه، درست مانند ضبط صدای خواننده‌ای برای صفحه حساس گرامافون که هر آواز و لحن و حتی سرفه یک خواننده را یا مکس او را ضبط می‌کند. پس بیایید تا همه اون صحنه کهنه نامطلوب و آن صفحه های زندگی را که دیگر میل ندارید در ذهن نیمه هوشیار خود بشکنید و صفحه های زیبا و تازه‌ای بسازید. با صدای رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت را تکرار کنید: اکنون به یمن کلامی که بر زبان می آورم، هر صفحه غیر حقیقی را در ذهن نیمه هوشیارم می شکنم و نابود می کنم. آنها زاییده خیالات بیهوده خود هستند و در واقع وجود ندارند. اکنون به برکت خدایی که در دل من است، صفحات عالی و کامل خود را می سازم. صفحات سلامت و ثروت، محبت و بیان کامل نفس. این است عرصه زندگی و غایت بازی. آدمی می تواند با عوض کردن کلامش وضع خود را دگرگون کند، زیرا انسان بی خبر از نفوذ کلام همواره از زمان عقب است. و نکته آخر، مرگ و زندگی در قدرت زبان است. خب دوستان، این بود بازی زندگی و تأثیر آن در زندگی ما و اینکه چطور باید بازی کنیم از 4 اثر از اسکاولشین. امیدوارم که تأثیر مثبتی روتون گذاشته باشه. متشکرم که ما رو تماشا کردین و چه نکات جالبی رو داشت میگفت و چقدر من خودم تونستم اینا رو توی زندگی خودم پیاده بکنم تا حدود زیادی و چقدر تأثیرهای مثبتی دارم. پیشنهاد میکنم حتما شما هم این کارو بکنید و از تأثیرات مثبتش توی کامنت ها برامون بنویسید و اگر تجربه خودتون دارید حتما برامون تو کامنت ها بنویسید. لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم حتما بزنید تا ویدیوهای بعدیمون براتون بیاد و ببینید و ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. سپاسگزارم و امیدوارم همیشه لبتون خندون باشه و دلتون شاد. موفق باشید.